سرخط مهمترین خبرها. برگزار شدن نشست دوروزه مقامهای افغانستان و پاکستان در اسلام آباد. در این نشست مقامهای هر دو کشور روی مبارزه علیه تروریسم، کاهش سطح خشونتها و مسائل دیگر گفتگو می کنند. متهم شدن امریکا به حمایت از داعش از سوی نماینده ویژه روسیه برای افغانستان. برگزار شدن نخستین نمایشگاه زمینی و هوایی در کابل. عمده مشکلی در ترانزیت، در انتقالات و در همسایگان اسرا در تجارت پر ارتباط بندی ستونزی وی. و تصویب نشدن درخواست آتش‌بس یک ماهه در سوریه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، با سرویس خبری ساعت 8 از ساعت 6 از نگاه خوش آمدید. امروز جمعه 20 دی 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 9 فوریه سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. نشست دوروزه مقامهای افغانستان و پاکستان امروز در اسلام آباد برگزار شد. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه، در رأس یک هیئت جهت اشتراک در این نشست صبح امروز وارد اسلام آباد شد. وزارت امور خارجه میگوید که در این نشست دوروزه مقامهای هر دو کشور روی مبارزه علیه تروریسم، کاهش سطح خشونت‌ها، همکاری پاکستان در پروسه صلح، برگشت تدریجی مهاجرین و برخی مسائل دیگر صحبت می‌کنند. یک هیئت حکومت افغانستان صبح امروز به اسلام آباد سفر کرد و در نشستی که در ادامه نشست قبلی امروز در اسلام آباد برگزار شد اشتراک کرد. در رأس این هیئت حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه قرار دارد. این هیئت برای دو روز با مقامهای پاکستانی پیرامون مسائلی که هفته پیش در کابل بحث شد بیشتر گفتگو میکند. وزارت امور خارجه میگوید که مذاکرات میان مقامهای افغانستان و پاکستان بر روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. در این نشست مقامهای دو کشور روی مبارزه با تروریسم، کاهش سطح خشونتها، همکاری پاکستان در عرصه صلح، برگشت تدریجی مهاجرین و برخی مسائل دیگر صحبت میکنند. روی تمام موارد قرار است در این جلسه بحث بشه. 5 موردی که مبارزه با تروریسم است، کاهش سطح خشونت هاست، همکاری پاکستان در عرصه صلح است، همکاری پاکستان در امر برگشت تدریجی مهاجرین که شامل یک پلان عملی البته با کمک کمیسیون‌های عالی پناهندگان سازمان ملل هست و همچنین همکاری ها در عرصه اقتصادی و همی اسنادی که از سوی ما به پاکستانی ها داده شده. وزارت خارجه می گوید که در این نشست روی پیشنهادات و اسنادی که حکومت افغانستان به پاکستان در پیوند به حملات اخیر کابل سپرده است نیز بحث صورت می گیرد. این وزارت ابراز امیدواری می کند که این نشست نتایج خوب را برای حکومت افغانستان در پی داشته باشد. یکی از چیزهایی که جانب پاکستانی گفتن، اسنادهایی که از طرف ما به پاکستانی ها داده شد، اسنادهای بسیار قابل فهم و با اعتبار بود و قرار بر این شد که پاکستانی ها پاسخشان بیارن و اونا گفتن که یک هیئت مشترک از جانب افغانستان بیاید و این موضوع را به بررسی ببره و قرار است این هیئت تمام موارد را، جزئیات را به شمول چگونگی مبارزه با تروریسم در منطقه را با پاکستانی‌ها به بحث بگیره. هیئت پاکستانی که روز شنبه 14 دل و کابل سفر کرده بود با مقام‌های حکومت افغانستان روی پلان عمل هر دو کشور که در برگرنده مسائل مبارزه با دهشت افغانی، کاهش خشونت، ایجاد صلح و آشتی، برگشت مهاجرین و انکشاف مشترک اقتصادی می شود گفتگو کردند که به پیشرفت‌های نیز دست یافتند.
نماینده ویژه روسیه برای افغانستان ایالات متحده آمریکا را به انتقال جنگجویان گروه داعش از خارج به داخل افغانستان متهم کرد. زمیر کابلوف در مصاحبه با یک رسانه روسی گفته است که نشانه های وجود دارد که ارتش آمریکا به جنگجویان داعش که از سوریه و عراق فرار می کنند اجازه می دهد وارد افغانستان شوند. اما سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا ادعای زمیر کابلوف مبنی بر حمایت واشنگتن از داعش را در افغانستان کاملا مضحک و نادرست خواند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان بار دیگر واشنگتن را به حمایت از گروه داعش در افغانستان متهم کرد. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در مصاحبه با یک رسانه روسی گفته است که نشانه های وجود دارد که ارتش آمریکا به جنگجویان داعش که از سوریه و عراق فرار می کنند اجازه می دهد وارد افغانستان شوند. بر بنیاد اظهارات چندین شاهد، تندروان با سلاح‌هایشان یکجا توسط هلیکوپترهای بدون نشان شناسایی به داخل خاک افغانستان منتقل می شوند. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان می گوید از آنجایی که نیروهای آمریکایی و ناتو کنترل حریم هوایی افغانستان را به دست دارند، آنان یا در انتقال جنگجویان داعش به افغانستان دست دارند و یا هم جلوی پرواز این هلیکوپترها را نگرفتند. رویدرسیز نیروهای مسلح ایران در جریان هفته جاری واشنگتن را به حمایت از داعش در افغانستان متهم کرد. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اما ادعاها مبنی بر حمایت واشنگتن از داعش را در افغانستان مضحک و نادرست می‌خواند. مایک اندریوس سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در واکنش به این اظهارات زمیر کابلوف گفته است: این ادعاها نماینگر راه اندازی تبلیغات روسیه و سوریه است تا مبارزه آمریکا و ائتلاف موفق ما را علیه داعش در سوریه و همچنین استراتژی جدید ما را در افغانستان به اعتبار بسازند. ایالات متحده با شکست دادن داعش و تمام سازمان‌های افراطی خشونت‌آمیز که تخم نفرت می‌کنند، خشونت را تحریک می‌کنند و مردمان بی‌گناه را می‌کشند، کاملاً متحد می‌باشد. اظهارات مقام‌های روسی و ایرانی مبنی بر حمایت آمریکا از داعش در حال بیان می‌شود که پیش از این برخی مقام‌های آمریکایی و افغان روسیه و ایران را به حمایت از گروه طالبان متهم کرده بودند. روسیه و ایران اما اتهام‌ها مبنی بر حمایتشان از گروه طالبان را رد کردند. روسیه گفته است که با گروه طالبان به خاطر کشاندنشان به میز مذاکره در تماس هستند، اما از طالبان حمایت مالی و نظامی نمی کند. قصر سفید می گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با نریندرا مودی صدر اعظم هند از طریق تلفن روی چندین موضوع منطقه‌ای به شمول جنگ در افغانستان صحبت کرده است. قصر سفید در اعلامیه گفته است که هر دو جانب بر تعهدشان در راستای امنیت افغانستان تأکید کردند. قصر سفید همچنان میگوید که ترامپ و مودی در مورد رسیدگی به وضعیت بیش از 680 هزار مسلمان روهنگیا که از میانمار به کشور همسایه بنگلادش فرار کردند نیز صحبت کردند. اروپا از آغاز گفتگو روی مرحله جدید همکاری و مشارکت با افغانستان خبر داد. سخنگوی بخش روابط خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا گفته که فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اکلیل حکیمی وزیر مالیات در بروکسل ملاقات کرده و هر دو جانب به تعهدشان بر تأمین صلح و ثبات در افغانستان تأکید کردند. و افزود پس از این دیدار اولین نشست کمیته مشترک همکاری و مشارکت افغانستان و اتحادیه اروپا برگزار شد. اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید کمیته مشترک به هر دو جانب این امکان را فراهم میکند که در مورد آجندای اصلاحات در افغانستان بحث و گفتگو کنند.
نخستین نمایشگاه ترانزیتی در بخش هوایی و زمینی امروز در کابل برگزار شد. مسئولان در این نمایشگاه به چالش‌های صدراه ترانزیت و سکتور خصوصی اشاره کرده و بر حل مشکلات در بخش ترانزیت تأکید کردند. در همین حال نماینده سفارت ترکیه در کابل در این نمایشگاه تأکید کرد که کشورش در بخش انکشاف ترانزیت هوایی با افغانستان همکاری می‌کند. نخستین نمایشگاه سه‌روزه ترانزیت در بخش هوایی و زمینی امروز در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه شناسایی مشکلات در بخش ترانزیت و رفع آن گفته شده است. مسئولان در این نمایشگاه با اشاره بر مشکلاتی که در بخش ترانزیت وجود دارد گفتند که تلاش‌ها برای رفع این مشکلات جریان دارد. امنیت ستونز یو ډیر لوی ننګونه و د اداري فساد په ارتباط باندې زمونږ ډیر جدي ستونزې وي. همدارنګه د زیربناو نه درلودل د سرمایه گزارۍ دپاره د لازم نه فرصت برابرېدل بله ستونزه وه چې په دې کې ځمکې برق او ټول شیان راځي. بله ډېره زیاته عمده مشکل یې د ترانزیت د انتقالاتو او د همسایګانو سره د تجارت په ارتباط باندې ستونزې وې. رهبری حکومت به اهمیت ازی بسیار خوب آگاه هست و از این خاطر همیشه ما صحبت میکنیم از این که افغانستان میخواییم یک چارای ترانزیت بسازیم. به خاطر موقعیت خاص افغانستان و امکانات و فرصت هایی که در وجود داره ما بیشتر تمرکز ما سر ازی است که نه تنها در سایر موارد بلکه از لحاظ ترانزیتی هم یک کشور شویم تا منطقه را با هم مرتبط بسازیم. من امید دارم که با برگزاری نمایشگاه های اینچنینی بتانیم که به اهمیت حمل و نقل و ترانزیت را به تمام بخش تمام دولت و به تمام کشور نشان بدیم. نماینده سفارت ترکیه در کابل در این نمایشگاه تاکید کرد که کشورش در راستای انکشاف ترانزیت هوایی با افغانستان همکاری میکند. ما امیدواریم که ترانزیت هوایی در افغانستان پیشرفت کند و ما در این راستا با افغانستان همکاری میکنیم. ما برای انکشاف ترانزیت هوایی افغانستان برنامه های را روی دست داریم. موقعیت ژئوپلیتیک دو کشور ایران و افغانستان سبب شده است که حمل و نقل، ترانسپورت و ترانزیت سهم مهمی در مبادلات بازرگانی و گسترش روابط اقتصادی دو کشور فراهم آورد. مسئولان برگزاری این نمایشگاه از ورشکست شدن شرکت‌های ترانزیتی ابراز نگرانی کرده و از حکومت می‌خواهند تا سکتور خصوصی را در بخش ترانزیت کمک کند. قبلا شاهد ورشکست 3 شرکت هوایی ما بودیم که متاسفانه بسیار دردآور است و در پولوی از این شرکت هایی که فعلا در افغانستان است ما از سکتور خصوصی از دولت افغانستان و از مردم افغانستان می خواهیم که در این بخش شرکت های هوایی را حمایت کند. افغانستان که از جمله کشورهای مهات به خشکه است همواره در بخش ترانزیت با مشکلات روبرو بوده است. اتاق تجارت و صنایع از تطبیق نشدن توافقنامه های ترانزیتی از سوی برخی کشورها و عدم توجه جدی حکومت بر حل مشکلات ترانزیتی انتقاد می کند. از 25مین سالیاد فاجعه افشار امروز طی مراسم یادبود شد. در این مراسم که شماری از خانواده های قربانیان و شخصیت های فرهنگی و فعالان مدنی اشتراک کرده بودند، با گذاشته شدن اکلیل گل در مزار قربانیان فاجعه افشار و یاد و خاطره شهدای این رویداد را گرامی داشتند. اهالی و بازماندگان قربانیان فاجعه افشار خواهان به دادگاه کشانیدن عاملان این فاجعه شدند و همچنان بر رسیدگی به خانواده های قربانیان و ساخت گلزار شهدا تأکید کردند. افشار به عنوان یک سند تاریخی جنایت ها و به عنوان یک سند تاریخی مقاومت مثال زندنی مردم ما همیشه برای ما و شما مهم بوده و برای ما و شما طبق بیانات رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری یک نقطه بسیار با اهمیت و یک نقطه بسیار با ارزش در تاریخ مقاومت مردم است. ما شهروندان، فعالین مدنی و مخصوصاً اهالی افشار خواهان ساخت گلزار شهدای افشار می باشیم و از دولت و وزارت شهدا و معلولین و وزارت حج و اوقاف خواهان به رسمیت شناخته شدن این مزار هستیم. 4.
ما خواهان رسیدگی نهادهای مسئول از جمله وزارت شهدا و معلولین و وضعیت خانواده های قربانی این فاجعه بشری می باشیم. نماز عباده سیاسی جمعه با حضور هزاران نمازگزار در مساجد و مصلی های کشور برگزار شد. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با اشاره به 26 دلو سال روز خروج ارتش سرخ شوروی سابق گفتند که یکی از عوامل عمده پیروزی مردم در برابر ارتش شوروی سابق وحدت و همدلی بین اقوام ساکن در کشور بود. آنان تاکید کردند که تفرقه و نفاق هیچ سودی برای مردم و کشور ندارد. شهروندان کشور با حضور گستردهشان در مساجد و مصلی های کشور نماز عبادی سیاسی جمعه را ادا کردند. خطیب نماز جمعه غرب کابل در یک از خطبه‌هایش با اشاره به 26 دلو سال روز خروج ارتش سرخ شوروی از کشور گفت که یکی از عوامل پیروزی مردم در برابر این ارتش وحدت و همدلی بین اقوام ساکن در کشور بود. او گفت که تفرقه و نفاق بین مردم به سود هیچ کس نیست. ما از اون گذشته خوبمان و اون مجاهد مردان دلیری که در اون روزگار آمدن در فضای یک دلی کنار هم استاد شدن و جور و بازوی هم دیگر شدن، امروز هم درسی بگیریم. تفرقه ما را به جایی نمیرسانه، نفاق به سود هیچ کس نیست. آتش زدن به خانمان دیگران، ریختاندن خون دیگران، برهم زدن امنیت دیگران، اختلاف اندازی در بین ملت با هم برادر افغانستان هیچ کس را به جایی نمی رساند و به سود هیچ کس نیست. خطیب نماز جمعه مسجد دهسبز کابل از وجود فساد در کشور سخت انتقاد کرده و گفت که نیروهای امنیتی در بعضی موارد در جرایم و فساد دست دارند. فساد به اوج خودش رسیده. امروز انسان به کجا بره و شکایت بکند؟ در اکثر جاها حوزه های مربوطه متاسفانه امروز همکار با این جنایتکارا، با این کسایی که فساد اخلاقی میکنند، در اکثر جاها اسناد موجود در رئیس حوزه با اینها دست دارد. یادمایی که مال مردم از طریق زور و تزویر مسافرای بیچاره ای که از مناطق مرکزی در داخل کابل میآید با صدها نیرنگ پیسه اینها را میگیرد، ولی بعداً کشف می شود که حوزه مربوطه ریاستش با اینها دست دارد. کمک به فقرا و مستمندان، حفظ اخوت و برادری بین شهروندان کشور از دیگر موضوعات بود که در خطبه های نماز جمعه این هفته روی آن تاکید صورت گرفت. مأموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است که حملات هوایی آنان در شمال افغانستان مراکز آموزشی طالبان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در مرزهای افغانستان با تاجیکستان و چین هدف قرار می‌گیرد. قمندان عمومی مأموریت حمایت قاطع گفته است که پناهگاه امن برای هیچ گروه دهشت‌افکن در افغانستان وجود نخواهد داشت. او گفته است دهشت‌افکنان در هر جایی که سر درآورند بر آنان حمله خواهد کرد. بنابر گزارش ها جنگجویان جنبش اسلامی ترکستان شرقی با حمایت طالبان در ساحه مرزی ولایت بدخشان افغانستان مستقر بوده و در کنار القاعده و طالبان در افغانستان می جنگند. برخی رسانه ها گزارش دادند که این گروه مسئول چندین حمله دهشت افغانی در چین نیز می باشد. در جریان یک درگیری بین نیروهای پلیس و مخالفان مسلح دولت در ولایت فرا 8 طالب کشته شدند. وزارت امور داخله در خبرنامه میگوید که تعدادی از مخالفان مسلح شب گذشته بر یک پسته امنیتی پلیس ملی در منطقه دوزک ولسوالی شبکوی ولایت فرا حمله کردند. به گفته این وزارت در این درگیری که به منجر به عقب نشینی مخالفان مسلح شد 8 طالب کشته شدند. وزارت امور داخله میگوید که در این درگیری به نیروهای پلیس ملی و مردم محل آسیب نرسیده است.
سمینار تحت عنوان بررسی توازن بودجه ولایت دایکندی در سطح ملی و ولایتی برگزار شد. در این سمینار که تعداد فعالان مدنی و جوانان اشتراک کرده بودند، بودجه در نظر گرفته شده برای ولایت دایکندی در سال مالی 1397 را ناعادلانه خواندند. سخنرانان در این سمینار تاکید کردند که در بودجه سال مالی 1397 برای ولایت دایکندی نسبت به سایر ولایات بودجه مناسب مد نظر گرفته نشده است. که بودجه هایشان بسیار ناچیز بودند و او هم قسمت اعظمی جغرافیای ولایت دایکندی که شامل بیشتر از ولسواله هایش میشه مکمل شامل بودجه نبودند. بودجه سال مالی 1397 امسال از پارلمان تصویب شد و در مورد از این بودجه مخصوصا ولایت دایکندی کلی پروژه انتقالی در نظر گرفته شده بودند که 48 پروژه در ولایت دایکندی در نظر گرفته شده بود که کلا پروژه انتقالی است. و حال هم یک خبر ورزشی. مسابقات جام فوتسال شهدای بهسود امروز آغاز شد. هدف از برگزاری این دور مسابقات ارج گذاری به مقام شهدا و شناسایی تیم منتخب این منطقه گفته شده است. در جام فوتسال شهدای بهسود 28 تیم در 9 گروه با هم رقابت می کنند. ورزشکاران اشتراک کننده در این تورنمنت برای برگزاری همچون مسابقات را برای رشد جوانان ورزشکار و ایجاد وحدت بین مردم با اهمیت می دانند. تشکیل تیم منتخب شهدای بهسود خودش یک انگیزه مضاعفی را به تمام بازیکنان خواهد داد که انشاءالله برای کسب از او پیرن تیم منتخب تلاش بیشتر کنند و انشاءالله با تمرینات منظم و مداومی که در او تیم دارند زمینه آمدنشان به تیمای منتخب ملی هم فراهم شد. این مسابقات باعث تشویق جوانان و ورزشکاران عزیز ما میشه و خوشحال هستیم که در آینده ها همچنان مسابقات ادامه پیدا کنند. اینکه جوانان بیان با کارنامه ها و کارکردهای اون بزرگ مردا آشنایی بیشتر حاصل بکنه این جام را برگزار کردیم. هدف از برگزاری تورنمنتی است که باید استعدادیابی از تیم ها شود، رشد جوانان و رشد فوتسال و رشد فوتسال در بین کشور و ورزش پیام آور صلح است و وحدت و یکدلی و یک پارچگی را ایجاد. از این نوع تورنمنت‌هایی که بین قوم و بین منطقه برگزار می‌گردد، هماهنگی و ایجاد رفاقت بین ورزشکارا، شناخت و اخلاق ورزشکار را بین تمام ورزشکارا نشان می‌دهد. این هم چند خبر از خارج کشور. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس یک ماه در سوریه به منظور کمک رسانی به شهروندان این کشور موافقت نکرد. درخواست برای آتش بس 30 روزه از سوی کویت و سویدن ارائه شد و از حمایت آمریکا و فرانسه برخورد بود، اما روسیه میگوید این درخواست واقع بینانه نیست. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته است که کشورش خواستار برپایی آتش بس و پایان جنگ داخلی سوریه است، اما فکر نمی کند که مخالفان دولت خواستار چنین توافقی باشند. وزارت خارجه آمریکا از نیروهای حمایت حکومت سوریه و متحدان آن روسیه خواسته که به حملات سلاح کیمیایی و بمباردمان مناطق تحت کنترل مخالفان این دولت را پایان دهد. این وزارت میگوید ایالات متحده به خاطر گسترش خشونت‌ها در ادلیب، شهرک غوطه در نزدیکی دمشق و برخی مناطق دیگر در شرق این کشور سخت نگران است. وزارت خارجه آمریکا بر ضرورت آتش بس در مناطق تحت تسلط مخالفین حکومت سوریه به شمول منطقه غوطه برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردمان ملکی نیز تاکید کرده است. از سوی دیگر وزارت خارجه سوریه حمله هوایی ائتلاف آمریکا علیه نیروهای این کشور را محکوم کرده و آن را جنایت جنگی خوانده است. سوریه در نامه به سازمان ملل به غیر قانونی دانستن ائتلاف به رهبری آمریکا خواهان انحلال آن شده و از دیگر کشورها خواسته است که حمله اخیر آمریکا را محکوم کنند.
با پایان بی‌نتیجه مذاکرات مجلس سنا دولت فدرال آمریکا به خاطر عدم تصویب قانون بودجه از صبح روز جمعه به طور موقت تعطیل شد. سناتور جمهوری‌خواه با طرح مورد توافق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برای تصویب بودجه دو ساله باعث شد تا مجلس سنا نتواند در زمان مقرر مصوبه بودجه را به مجلس نمایندگان بفرستد. دولت آمریکا ماه گذشته نیز به خاطر عدم تصویب بودجه به مدت 3 روز تعطیل بود. به گفته سناتور جمهوری‌خواه، توافق دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر طرح جدید بودجه را کشور بیشتر از قبل دچار بدهی می‌کند. بودجه موقتی که کنگره آمریکا ماه پیش تصویب کرده بود، هزینه‌های دولت فدرال را تنها نیمه پنجشنبه شب تأمین می‌کرد. کاخ سفید پنجشنبه شب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمریکا دستور داده بود تا برای تعطیل کردن دولت آمادگی داشته باشد. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما شد. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.